بعضی وقتا بهترین روش یاد گرفتن اشتباه کردنه، ولی بعضیا هر بار اشتباه احمقانه تری میکنن. خوشبختانه به خاطر این اشتباهات احمقانه مجازات هم میشن و گاهی وقتا فوراً نتیجهش رو میبینن. پس بریم ببینیم احمق بودن چه بلایی سرشون میاره. مردی که زبونش یخ زد. احتمالاً فیلم احمق و احمق‌تر رو دیدید، ولی وقتش با احمق‌ترین آدم آشنا بشید. این مرد در دمای منفی 16 درجه خیال کرد لیس زدن میله آهنی کار بانمکیه، ولی وقتی دید زبونش یخ زده و نمیتونه جداش کنه فهمید چه اشتباهی کرده. بله، بعضیا مثل این شخصیت معروف کمدی احمقن. راننده لامبورگینی احمق. لامبورگینی چند صد هزار دلار قیمت داره، ولی شاید بهتر باشه شیشه هاشون رو محکمتر بسازن. این مرد به خاطر جلب توجه مردم انقدر جوگیر میشه که میپره رو ماشین و این باعث میشه شیشه جلوی ماشین بشکنه. یارو وانمود میکنه شکستن شیشه رو ندیده، ولی خانومی که همراهش بود حسابی خجالت زده میشه. البته فکر کنم تا الان به رفتارهای عجیب این پسره عادت کرده. دزدی که گریهش در اومد. سال 2014 تو شیلی بعد از اینکه این پسر نتونست کیف مسافر رو بقاپه سعی کرد در بره. بعد از اینکه موفق نشد کیف رو بقاپه وانمود کرد این کار شوخی بوده، ولی بعدش دوباره سعی میکنه کیف رو بقاپه و بازم شکست میخوره. راننده اتوبوس هم در رو قفل میکنه تا دزد نتونه فرار کنه. بعدش یه چماق در میاره و شروع میکنه به کتک زدنش. دزده گریش در میاد و میگه اون خانم خالشه. یکم دیرتر پلیس سر میرسه و دزد رو با خودش میبره. حالا باید به دادگاه ثابت کنه که کارش فقط یه شوخی بوده. خانومی که خواست اختاپوس رو زنده بخوره. میگن همیشه لقمه ی اندازه ی دهنت بردار، مخصوصا وقتی غذات یه حیوان زنده است. سال 2019 این خانم سعی کرد یه اختاپوس زنده رو بخوره. اختاپوس صورتش رو با قدرت تمام گرفته بود و ول نمیکرد. دختره داشت از ترس میمرد و بالاخره وقتی تونست اختاپوس رو جدا کنه با این صحنه مواجه شد. راستش اختاپوس از این دختره بیشتر عقل داشت. دزد لپتاپی که آبروش رفت. وقتی لپتاپ مارک باز رو دزدیدن، نرم افزار دسترسی از راه دوری که از قبل نصب کرده بود به کمکش اومد. این نرم افزار اجازه میداد هر فایلی رو از اون کامپیوتر انتقال بده. وقتی داشت عکس‌های خانوادگی و فایل‌های کاریش رو برمی‌داشت، به این ویدیو برخورد. تو این کلیپ دزد لپتاپ داره از خوشحالی می‌رقصه که تونسته لپتاپ رو بقاپه. مارک هم انتقامش رو گرفت و فیلم رقصیدن طرف رو گذاشت توی یوتیوب و فیلمش کلی بازدید داشت. بعدش دزد مستقیماً با مارک تماس گرفت و ازش خواست اون کلیپ رو از اینترنت برداره، ولی مارک قبول نکرد. فیلمش تو این 8 سال 2 میلیون بازدید داشته. اون لپتاپ مارک رو دزدید، ولی مارک آبروش رو. زنی که برگه جریمه رو امضا نمی‌کنه. تو این فیلم که مربوط به سال 2019 میشه، پلیس یه خانم 65 ساله رو متوقف می‌کنه تا برگه جریمه 80 دلاریش رو امضا کنه. جریمه به خاطر خراب بودن چراغ عقب ماشینش بود. میتونست راحت برگه رو امضا کنه، ولی قبول نکرد. بحث شدت میگیره و پلیس بهش میگه از خودرو پیاده شه، چون الان تحت بازداشته. این زن بازم پیاده نمیشه و واسه همین مأمور دست به کار میشه. زن بعد از کلی مشت و لگد زدن برای خلاص شدن از شر مأمور، بالاخره با شوکر پلیس تسلیم میشه. ولی دیگه خیلی دیر بود. حماقتش باعث شد به خاطر ندادن 80 دلار جریمه کارش به دادگاه بکشه. دزدی که گیر یه دزد دیگه میفته. در این ویدیو که مربوط میشه به 2019، یک مرد واشنگتنی وانت قرمزش رو تو خیابون پارک میکنه تا از یه مغازه دزدی کنه. حتما فکر کرده بود سری مغازه رو خالی میکنه و در میره، چون در وانت رو قفل نکرده بود و سویچ رو هم داخل ماشین گذاشته بود. ولی از شانس بعدش یه دزد دیگه همونجا بود و وقتی برگشت ماشینش رو جلوی چشمانش دزدیدن. دزد بدشانس و احمق به پلیس زنگ زد. پلیسا خیلی سریع فهمیدن مردی که بهشون زنگ زده همونیه که از مغازه دزدی کرده. شوخی که باعث آتیش گرفتن خونه شد.
این پسر تخت رو آتیش میزنه و سوار تخته میشه و خودش رو از پله ها سر میده پایین. حالا مشکل کجاست؟ کل خونشون آتیش میگیره ولی فیلمبردار دست بردار نیست و فیلمبرداری رو ادامه میده. خیلی خنگ بودن مگه نه؟ چالشی که درد سر ساز شد. این هم یه آدم خنگ دیگه. آندره آهیمنز خواست چالش پوشیدن 100 لایه لباس رو اجرا کنه که در حین انجامش فهمید چرا بقیه مردم فقط 1 یا 2 لایه لباس می پوشن. گرم شدن بدنش و ترسش باعث شد در آوردن لباسا براش خیلی سخت بشه. بالاخره تونست خلاص بشه و الان دیگه بعید می دونم بیشتر از 1 لایه لباس بپوشه. دختری که بستنی رو لیس زد و سر جاش گذاشت. جولای سال 2019 یه دختر به فروشگاه والمارت تگزاس میره تا چالش لیسیدن بستنی رو اجرا کنه. این دختر بستنی رو لیس میزنه و بعد میذارتش داخل یخچال. این فیلم تو اینترنت پخش میشه و به دست پلیس میرسه. این خانم به جرم آلوده کردن غذا به حد اکثر 20 سال زندان محکوم میشه و باید 10,000 دلار جریمه بده. پارک کردن بد ماشین کار دستشون داد. قانون راهنمایی رانندگی میگه هر کس 2 جای پارک رو اشغال کنه حق بقیه رو ضایع کرده و تخلف محسوب میشه. و توی این کلیپ راننده ماشین قرمز قانون شکنی راننده ماشین نقره‌ای رو اینطوری پاسخ میده. راننده ماشین قرمز ماشینش رو تو چند سانتی متری ماشین متخلف پارک میکنه تا راننده نتونه در خود رو باز کنه. شاید واسش درس عبرتی بشه. آموزشگاه‌های رانندگی باید این فیلم رو پخش کنن تا همه یاد بگیرن چطور از این افراد انتقام بگیرن. توی روسیه یه نفر به روش روسی خودش جای پارکش رو پس میگیره. وقتی میبینه همسایه مرتب تو جای پارک اون پارک میکنه عصبانی میشه و اره برقی رو بر میداره و یه تکه از ماشینش رو میبره. خب طرف اعصاب نداشت. حماقتی که باعث شد یه خانواده از هم بپاشه. سال 2013 خواهرزاده جنیفر کانر بعد از اینکه میبینه خالش به جشن تولدش اومده خوشحال میشه و میپره بغلش. مثل هر بچه 8 ساله دیگه ای. ولی همین بغل کردن باعث شد پای بچه به دادگاه کشیده بشه. کانر تو دادگاه مدعی شد بچه بی احتیاطی کرده و به خاطر پریدن بچه تو بغلش دستش شکسته. کانر در دادگاه تقاضای 127,000 دلار غرامت از بچه رو کرد، اما هیئت منصفه ظرف 20 دقیقه رأی دادن که چیزی به کانر تعلق نمیگیره و اگه اینقدر از بغل کردن بدش میومده باید از اول به بچه میگفته. مردی که لیز خورد. توی این کلیپ مرد سعی میکنه بطری آب جو رو با چوب بیسبال پرت کنه ولی از لبه سقف خونه سر میخوره و میفته پایین و قاطی آشغالا میشه. فکر کنم این درس عبرتی بشه که هیچ وقت همچین حماقتی نکنه. مردی که زیادی مست کرده بود. حالا توی مورد بعدی طرف هم مسته، هم احمقه و همین که نمیتونه در رو باز کنه. توی این کلیپ مرد در حالت مستی میخواد این بشکه رو بیاره داخل ولی نمیتونه در رو باز کنه. ولی این دوستمون هم اعصاب نداشت. بشکه رو چند بار سمت در پرت میکنه که باعث میشه سوراخی به این بزرگی روی در ایجاد بشه. بعدش سعی میکنه پاش رو بندازه داخل و بیاد تو ولی موفق نمیشه، پس با سر میاد تو. بالاخره بعد از کلی جراحت و پارگی موفق میشه بیاد داخل. راستی در تو همون پرتاب اول باز شده بود، فقط کافی بود در رو بکشه و بازش کنه تا اینقدر به درد سر نیفته. ولی خب اون موقع ما هم سوژه‌ای واسه خنده نداشتیم، پس خوب شد که این کار احمقانه رو کرد. راننده سهل‌انگار. همونطوری که هممون میدونیم پیامک دادن موقع رانندگی ماشین یکی از احمقانه ترین کارهای ممکنه. ولی بدتر از اون چیه؟ پیامک دادن موقع رانندگی اتوبوس برقی، چون اون موقع جون مسافرا هم توی دستای شماست. توی این کلیپ راننده اتوبوس به جای توجه به جلوی خودش مشغول اسمس بازی میشه و وقتی پا رو ترمز میذاره که دیره. ترمز کردنش تو آخرین لحظه نمیتونه اتوبوس برقی 40 تنی رو متوقف کنه. در نتیجه با اتوبوس جلویی تصادف میکنن.
مردی که میخواست وارد خونه بشه. حالا از ریل و اتوبوس برقی فاصله بگیریم و بریم سراغ این کلیپ متفاوت. این مرد که خودش رو شکل زامبی ها کرده، سعی میکنه به هر دلیلی وارد این خونه بشه، ولی خبر نداره که دوربین داره فیلمش رو میگیره. چند بار خودش رو به در میکوبه تا در رو بشکنه، ولی از حال میره و اینطوری روی نرده ها ولو میشه و نمیتونه خودش رو بلند کنه. کسی که ماشین خودش رو ترکوند. روشن کردن آتیش توی صندوق عقب میتونه کلی درد سر ایجاد کنه، ولی فکر کنم این احمقا نمیدونستن که با این صحنه مواجه میشن. اگرچه خنده های بعدشون نشون میده که براشون اهمیت زیادی نداره. رقص تابوت. تا حالا رقص تابوت دیدید؟ خیلی کم پیش میاد که کنترل تابوت رو از دست بدن. اینجا همونطور که میبینید 5 نفر تابوت رو روی دوششون گذاشتن و همزمان دارن میرقصن، تا اینکه یکی از رقاصها جا خالی میده و تابوت رو ول میکنه و باعث میشه این مامان بزرگ بیفته بیرون. قطعا هیچ کی توی مراسم انتظار دیدن این صحنه رو نداشت. پسری که تاس رو قورت داد. شرط بندی میتونه خطرناک باشه، مخصوصا برای آدمای جوگیر. برای مثال این کار برای سایت ردیت عکس اندوسکوپیش رو منتشر کرد که نشون میده یه تاس داخل لوله مریش وجود داره. اون با دوستش 5 یورو شرط بسته بود که میتونه تاس رو قورت بده، ولی وقتی تاس رو قورت داد تو لوله مریش گیر کرد. حالا یا باید دکترا تاس رو در بیارن، یا اینکه خودش انقدر تو توالت بشینه تا در بیاد. بچه‌ای که انداختنش توی سطل آشغال. بچه‌ها معمولاً تاوان تصمیمات احمقانه شون رو نمیدن، ولی این پسرا استثناءً این بچه‌ها از دوستشون خواستن داخل سطل آشغال قایم بشه و درش رو بستن. از شانس بد اون بچه، وقتی در این جور سطل آشغالا بسته میشه، آشغال به محوطه پایین سطل زباله سقوط میکنه و این بچه هم داخل اون محوطه زیر سطل آشغال پرت میشه. خوشبختانه بعدش بچه را بیرون آوردن و اشتباهی قاطی آشغالا نبردنش. مردی که خواست چراغ قوه رو امتحان کنه. وقتی یه نور رو مستقیم به طرف چشمتون بگیرید، باید دردسرش رو هم به جون بخرید. این آقا میخواست ببینه چراغ قوه چقدر نور داره. ولی اینجور مواقع شاید بهتر باشه مستقیمن جلوی چشمتون نگیریدش. عقل سالم که نداشت، حالا دیگه یه جفت چشم سالم هم نداره. انسان در برابر طبیعت. توی این کلیپ میبینیم که طبیعت در مقابل انسان پیروز میشه. این مرد سعی میکنه ماهی رو با مش بزنه و این باعث واکنش نشون دادن بقیه ماهی های برکه میشه و همشون خشمگین میشن و احاطش میکنن. مردی که به جون چراغ راهنمایی و رانندگی میافته. حمله کردن به اشیای غیر جاندار معمولاً کار آدمای عاقل نیست، ولی این یارو دیگه آخرشه. از عصبانیت میفته به جون چراغ راهنمایی رانندگی و این بلا سرش میاد. مردی که تو پارک آتیش راه انداخت. انجام دادن خیلی از تفریحات در داخل پارک مجازه، ولی نه اینکه مثل این آقا ترقه رو بین چند بطری بنزین بذاریم و بعد فرار کنیم. خوشبختانه طبیعت خودش پاسخ این احمق رو داد و شعله های ناشی از انفجار به خودش هم آسیب رسوند. دقیق هم خورد بهش. خب به نظرتون این افراد مستحق این مجازات ها بودن یا نه؟